ما همچنان در ابیات آغازین دفتر اول هستیم، پس از این که مقدمه رو پرداختیم و از شرح آن بیرون آمدیم به ابیات نخستین دفتر اول رسیدیم که واجد نکات مهم و بدیع و فاخری بود. در پاره ای از اونها هم سخن گفتیم، مسئله جدائی، مسئله شکایت از جدائی و اینکه مولانا اهل شکایت نبود و بلکه اهل حکایت بود و همچنین مسائل مربوط به خفا و ظهور خداوند یا غیبت الوهیت در جهان که متناسب با اندیشه یهودی است ولی در اندیشه اسلامی ما نشانی از آن را نداریم و پاره نکات دیگر. چند بحث رو به دوستان وام دارم، هم در میان سوالات پدید آمد و هم مقتضای سخنانی بود که پیش از این آوردم. یکی مسئله شکایت بود که یکی از دوستان پرسید که آیا شکایت نکردن به نحو مطلق نیکوست یا آدمی آن است که هم شاکر باشد و هم شاکی، در مقابل نعمتها شکر کند و در مقابل بلاها شکایت کند حتی اگر خدا باشد، یعنی میتوان از او هم شکایت کرد چنان که از حافظ آوردیم. از همه مهمتر این سوال مطرح شد که مواجهه مولانا با شر، با شرور در عالم چه بوده است و از شرور چه دریافتی داشته است که زبان به شکایت نمی گشوده است. و نه تنها در اینجا، در ابیات دیگر، جاهای دیگر مثنوی هم تصریح کرده است که من اهل شکایت نیستم و اهل پشیمانی هم نیستم، یعنی مطلقاً به گذشته نظر نمی کنم، باز نمی گردم، خواه کار نیک کرده باشم خواه کار خطا، علی ای حال در گذشته نمی مانم و لذا هیچگاه دم از پشیمانی نمی زند. از اون ور شکایت هم نمی کند، یعنی گویی که چنان به این عالم نظر می کند که هیچ زشتی در جهان نمی بیند، همه زیبایی است، همه خوبی، همه امور مطلوب و دلپسند. و از این حیث موقعیت یونیک و ویژه‌ای دارد. اما به هر حال جای سوال است که آیا شکایت نکردن حکایت از واقع بینی دارد یا اینکه نوعی نگرش یک جانبه و غیر واقع بینان است. قصه شر ما رو میکشاند به قصه قدر، به قصه تقدیر الهی و اینکه اگر شری در عالم هست که هست و غیر قابل انکار است و خود قرآن هم میگوید که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، و لذا در مخلوقات الهی شر پیدا می شود، اونگاه جواب این سوال چیست که خدای نیک آفرین و نیک خواه چرا شر آفریده است و چرا پیشگیری از وقوع شر در این عالم نکرده است و چرا آدمیان رو در بلا و مصیبت افکنده است و چرا در خلقت او نقصان هست به تعبیری. خب اینم سوالی بود که مطرح شد. من نکته دیگری که در نوبت پیشین آوردم، اون هم سوالی رو برای یکی از عزیزان پیش آورده بود، گفتم که نظر کنید مولانا در اولین بیت از مثنوی میگوید که بشنوید نه چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. تمام مسئلهش جدایی است در این عالم و اینکه دوچار و مبتلا به جدایی شده است. مولانا در زمانی میزیست که مغولان به ایران حمله ور شدند و پیش از او هم در تاریخ ایران، در تاریخ اسلام، حوادث و وقایع بسیار شدید، تند و فاجعه باری بوده است.
از هیچ کدوم اینها یاد نمی کند، شکایت نمی کند، حتی ذکری به میان نمی آورد. حالا چه جای شکایت؟ این سوال مطرح بود که مولانا که اینقدر شخص دقیق و حساس و تیزبین و نازکبینی بوده، به طوری که حتی در جلسه او وقتی کسی چشمش به خواب می رفته، مولانا این رو در شعر خودشم می آورده و اشارت می کرده که لیک با بی رغبتی ها ای زمیر صدقه سلطان بیفشان، و مگیر از به خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. به خودش نهیب می زده است که اینها که ملالت می نمایند و در چهرهشون آثار کسالت ظاهر است، به اینها نگاه نکن و اسب خود رو به جهان و پیش رو و سست مشو. می گفتند که خب چنین شخصی با چنین دقت نظر و چنین حساسیتی چگونه از یک چنون حادثه بزرگ خونین ویرانگری غفلت ورزیده است و سخنی از او در میان نیاورده است. این هم نکته بود که باید به او اشاره می کردیم و انشالله اشاره خواهم کرد. فقط یادآوری می کنم که این نکات رو من ثبت کرده ام و به نوبت خواهیم گفت، گرچه که پاره ای از این نکات ممکن است قدری ما رو از اصل جاده و مقصد دور بداره، اما من اگر بخواهم درباره اینها هم سخنی بگویم از طریق خود مثنوی سخن خواهم گفت، یعنی شرح مثنوی به مثنوی خواهم کرد، به طوری که باز هم حجت ها و دلایلی رو که خود مولانا اقامه کرده است یا در قزون و لابلای کلماتش پیدا میشه ارائه خواهم کرد که ببینیم که او چگونه می اندیشیده و چرا چنین رفتار کرده است که کرده است، آیا قابل دفاع است نیست، و این امور در جهانبینی او کجا و چگونه می گنجد. انشاءالله به اینها خواهیم پرداخت و نکته های دیگر. دوست دارم این نوبت راجع به نیستان صحبت کنیم تا توالی سخن حفظ بشود، چون بیت دوم این است که حکایت مولانا یا شکایت مولانا از فراق است که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. اولا تصحیح کنم اون بیتی رو که معمولا غلط خوانده می شود، یعنی همین بیت دوم که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، که بسیار ضبط مغلوط و ناسواب هست و معنای خیلی ناهنجاری دارد. گویی که مولانا می گوید که از دست من همه بفغانند و من مزاحم همه شدم، از نفیرم مرد و زن نالیدند، در حالی که این کجا و اون معنای بسیار بلند و رفیع کجا که من ناله همه خلایقم، صدای همه مردم در صدای من است، من از جانب همه اونها سخن میگویم، در نفیرم مرد و زن نالیدن، نوای من نوای همگان است، منی که از فراق ناله میکنم، شکایت میکنم یا حکایت میکنم، حکایت حال همه است، زبان حال همه است. حالا بعضی ها میگویند، بعضی ها نمیگویند، بعضی ها این فراق رو احساس میکنند و دم میزنند، بعضی ها حتی نمیدانند که دچار فراقند، اما من سخنگوی همه اونها هستم، یعنی نی در حقیقت سخنگوی همه است، اما چنان که گفتیم این نی خود شخص شخیص مولاناست که چون نی بر لبان خداوند نشسته است و خداوند در او میدمد. بشنو این نی چون شکایت می کند، اشاره به خود اوست و شکایت یا حکایتی که می آورد که از زبان نی است و این نی زبان همگان است و در نفیر او همه نالیده اند، همه از طریق او سخن گفته اند. در جای دیگر هم مولانا باز در یه دو بیت خیلی زیبایی در دیوان شمس اونجا می گوید که شیر آهو می دراند، شیر ما بس نادر است، نقش آهو را بگیرد در دمد آهو کند. چنگ را در عشق او از بحر آن آموختم، کس نداند ناله من، ناله من او کند. دو بیت بسیار فاخر و رفیع است. میگوید اولا شیرها کارشون این که آهوها رو میدرانند، بی جان میکنند، ولی شیر ما
معشوق ما بس نادر است، با همه فرق داره. نقش آهو را بگیرد، یعنی آهوی بیجان رو، نقشش رو بگیرد، در دمد آهو کند. آهوی بیجان رو جان میدهد، حیات میبخشد. و بعد میگه من چرا سراغ موسیقی رفتم، چرا سراغ چنگ و نی رفتم؟ چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم، کس نداند ناله من، ناله من او کند. او به بهترین وجهی، بهتر از هر کسی میتواند به جای من ناله کنه، حرف من رو بزنه. حزنی که در وجود من از اون فراق نشسته است رو بازگو کند. هیچ آلتی، هیچ دهانی، هیچ زبانی این چنین نمیتواند بیان کند. در واقع نی ناله همه مبتلایان به فراق است و به همین سبب هم نوعی پیوند با جان دارد. و مولانا هم همین که گرم میشد در سما، یا اینکه در نزد او نی یا آلات دیگر نواخته میشد، اونگاه بود که نطق او باز میشد، یعنی یک نوع هماهنگی با روح او حاصل میشد و میتوانست حرفهای خودش رو بزنه. خب حالا میرویم سراغ این که این از کدام نیستان بریده شده است. خب شکایت یا حکایت بریده شدن ما و بیرون آمدن ما از نیستان است که همه ما رو به ناله واداشته است و نی رو برگزیده ایم تا به جای ما و بهتر از ما ناله ما رو سر دهد. ببینید برای ما ساکنان این دیار و خصوصا معاصران قرن بیستم و قرن بیست و یکم، فهم این سخن که ما از یک نیستان آمده ایم و همه ما را از اونجا بریده اند و جدا کرده اند و به این دنیا آورده اند فوق العاده مشکله. به چند دلیل. یکی این که ما ذهن ساینتیفیک داریم، هممون تو مدرسه ها درس خوندیم، تو دانشگاه ها درس خوندیم و یه دید خاصی از این عالم داریم که باید واقعا بگیم دید ماتریالیستی داریم ما، ولو اینکه حالا متدینان در میان ما زیادن، معتقدان به خداوند، معتقدان به مبدع، معاد، همه اینجور چیزها، با همه این احوال جهانی که ما در روز زندگی میکنیم من حیث المجموع جهانی نیست که از خدا پر شده باشد. خدا هم هست، به خدا هم اعتقاد داریم، او هم یک سلطانی است در عالم، یه جایی نشسته، به هر حال منکرش نیستیم، اما اینکه این حضورش همه جا احساس بشود کمتر کسی واجد چنین دریافتی و چنین احساسی است. خصوصا تئوری ایولوشن، تکامل، که خب همه شما با اون آشنا هستید و 100-150 سال از طرحش میگذرد و تقریبا قبول عام یافته است و دیگه کمتر کسی است که این نظریه را نداند، به نحوی به او اعتقاد نورد، به ما اصلا نمیگوید که ما را از جای بریده اند و از جای آورده اند. و اون چه که به ما میگوید این است که این جهان سیری داشته، رشدی داشته و بر حسب تصادف سلولهای اولیه یا بلکه مولکولهای اولیه پیدا شدند و رفته رفته اینا رشد کردن و در همون آبگوشت‌های اولیه و بعد خلاصه دی ان ای پدید آمده و که خاصیت سلف ریپروداکشن داشته و از روی خودش میتونسته سلول‌های دیگه، مولکول‌های دیگه بسازه. بعد خورده خورده اینا غشایی پیدا کردن و سلول شدن و بعد پرسلولی شد و بعد چنین شد و چنان شد و دیگه داستان مفصل اندر مفصل است تا رسید به روزگار ما. یعنی بالاخره از اون طرح نخستین که کاملا تصادفی بود کار به اینجا رسید که ما آدمیان بر روی زمین پیدا شدیم. نه کسی طراحی کرده بود آمدن ما رو، نه کسی انتظار میکشید آمدن ما رو، نه کسی اون طرف دنیا و اون در پایان تاریخ انتظار ما رو میکشه که ما به جایی بریم. هیچ کدوم موجوداتی هستیم به تعبیر فیلسوفان پرتاب شده در این عالم. نه آغازی داریم، نه انجامی داریم و نه کسی بر روی ما نظارتی دارد. خودمون دور خودمون میگردیم و
و طراحی زندگی میکنیم و چند سباهی رو در این جهان هستیم و تا طوفان فنا بوزد و ما را از میان بردارد. اگر هم روزی روزگاری کل این کره زمین از میان رفت که شاید هم برود، دیگه نشانی از هیچ چیزی نمیماند، نه انسانی، نه تفکری، نه تمدنی، تمام میشه، همه برباد فنا میرن. خب این یه جور فکره که تقریبا توی ذهن همه ما نشسته است، کم یا بیش چنین اندیشه‌ای ما رو احاطه کرده. یه فکر دیگه این است که نه، ما از روی هدفی، طرحی، برنامه به این عالم آمدیم، کسی ما رو آورده، کسی انتظار بازگشت ما رو میکشد. ابتدا ما تو یه جهان دیگری بودیم، در یک شکل و سامان دیگری، بعد از اونجا ما رو فرو فرستادن به این عالم و دوباره هم ما باید به همون عالمی که چندان نمیشناسیمش برگردیم و در این عالم هم وظایفی داریم باید انجام بدیم. و از همه مهمتر اون عالم پیشینه که ما بسیار از او غافلیم و جاهلیم نسبت به او، که ما کجا بودیم. خیلی برای ما سخت است که باور کنیم که ما بودیم قبل از این که به این جهان بیایم. ما باورمون این است که ما که نبودیم، ما هیچی نبودیم اصلا، و حالا یا خدا خواست که خاکی رو انتخاب کنه و در او بدمد و انسانی بسازه، یا بر اثر تصادف و تکامل ما پیدامون شد. علی ای حال ما نبودیم، ما کجا بودیم؟ خود مولانا هم در اشعارش میگه ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. یه وقتی بود از ما خبری نبود، نشانی نبود، و بعدن ما پیدا شدیم. لذا این حرف که ما قبلا بودیم در یک نیستانی، یه جایی بودیم و الان ما رو اینجا آوردن و جدا شدیم و باید دوباره هم به اصل خودمون بپیوندیم. هر کسی کو باز ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما روزگار وصلی داشتیم و دوچار فراق شدیم، حالا هم میریم تا دوباره پس از فراق به اون وصال برسیم. اینا دیگه خیلی مشکل است درکش برای ما، تصویر و تصورش فوق العاده مشکل است. و مولوی دقیقا انگوش روی همین میگذاره، یعنی میگه پس از سالها سلوک، پس از سالها تحصیل، درس خوندن، پای صحبت بزرگان نشستن، هم نشینی با کسی مثل شمس تبریزی کردن، تنها دستاورد من این است که من فهمیدم که مبتلا به فراقم. نمیگوید که دیگران نیستن، میگه همه هستیم و هستن، اما دیگران نمیدونن، دیگران نمیدانند که مبتلا به فراقن، نمیدونن از یه جایی اومدن و اون رشته وصال منقطع شده است، فکر میکنن از هیچ جا آمدن. لذا این که قصه نمیخورن یا شکایت نمیکنن یا از درد فراق گله‌مند نیستن، به دلیل این نیست که در وصالن، به دلیل بیخبری است، به دلیل اینکه درست مثل یه بیماری که نمیدونه بیماره، فقط طبیبش میدونه که این بیماره، چون درد نداره. مثل بیماری هایی که درد ندارن، مثل سرطان ها در ابتدای عمر نه دردی دارن نه نشانه ای دارن، هیچی. خب اینو ممکنه یه طبیبی بداند و کشف کنه، ولی خود شخص حالش هم خیلی خوشه و هر کی ازش میپرسه حال شما چطوره میگه خب الحمدلله، شکر خدا، بسیار خوبیم، اما نمیدونه که یه بیماری داره میخزد در درون او. و وای از وقتی که آدم بیمار باشه و ندونه که بیماره. خب مولوی در حقیقت در یه چنین حالی است، و این که میگه نی زبان همه ماست، میگه به او گوش بده. حزنی که او از صدای نی میتراود، حزنی است که باید در همه ما باشه. این که ما از نیستان آمدیم حالا چندین تفسیر داره، در کلمات مولانا هم تفسیرش هست. من سعی میکنم یکی یکی اینها رو برای شما بگم که ببینیم که چگونه میتوان این سخن رو بهتر درک کرد. در این آغاز کلام مولانا شرحی نمیدهد، اما جاهای دیگه به تفاریق به این نکته میپردازد. اولا اینو عرض کنم، بالاخره همه پیروان ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، قصه آفرینششون قصه آدم است
قصه آدمی که گناه کرد و بعد هبوط کرد و خداوند او را از بهشت بیرون کرد و به زمین فرستاد. برداشت ها از این قصه خیلی متفاوت است، همچنان هم ادامه داره، برای اینکه اینا اسطوره هایی هستند که تفسیرهای بسیار متنوع و متعددی میپذیرند. اینکه مولوی نظر داشته باشد به اینکه مسئله ما مسئله هبوط است، یعنی ما ابتدا یه جایی بودیم یا پدر ما در یک جایی بود که جنهو ما هم مثل ذریه های او در صلب او، در پشت او، در وجود او بودیم و بعد از اونجا پایین آمدیم، ما را از اون نیستان بریدند، بیرون کردند و اینجا رسیده ایم و دوباره هم بالاخره باید برگردیم به اونجا، یک تفسیر محتمل است از این سخن. این رو اشاره میکنم برای اینکه بعضیا اینجوری فهمیدن، نمیشه هم گفت که 100% این یک فهم باطلی است، ولی حقیقتش این است که در میان عارفان ما حافظ و خصوصا یکی از هم اسران مولانا که نزدیکین رازی باشه، اینا به قصه هبوط و به قصه آدم خیلی حساس بودن. حافظ قصه آدم براش فوق العاده مهمه و قصه گناهی که آدم کرد. خب این اسطوره ها چنان که گفتم چند پهلو هن، معانی متعدد دارن. برای حافظ این است که ما چنان که بارها براتون گفتم، ما در این جهانیم چون دو تا گناه قبل از ما صورت گرفته. حضور ما در این جهان مسبوق به دو گناه است. یکی گناهی که آدم کرد و از میوه ممنوعه خورد، دومی گناهی که شیطان کرد و به آدم سجده نکرد. این دوتا باعث شد که خداوند آدم را از بهشت بیرون کنه و به زمین بفرسته و بساط آدمیت و انسانیت بر روی زمین پهن بشه. به همین سبب حافظ اصلا مسئله گناه رو در خلقت جدی میگیره. میگه گناه نه اینکه یه امر مذمومه، لذا حرفش هم نزنیم، هر جام اسمش اومد لعنت بفرستیم. گناه یه نقشی داره در خلقت. اینطوری نیست. خلاصه مطلب رو براتون عرض میکنم که خدا نمیخواست اینطوری بشه، چون اونا گناه کردن اینطوری شد و ما رو به زمین آورد و انسان آفرید و پیامبر آورد. اینجوری ما بخوایم فکر کنیم خیلی خدا نشناسی است که گمان کنیم که دو نفر با دو تا خطا کل نقشه و تدبیر الهی رو به هم زدن، اصلا این قطار رو ریلش رو کچ کردن، مثل یه سوزنبانی که اومد و خدا میخواست قطار رو یه ریلی بره، انداختن رو یه ریل دیگری. خیلی کچ فهمی است. مولانا هم این کچ فهمی رو اشاره میکنه در مثنوی توی دفتر دوم. بنابراین اینجوری فکر نمیکنه مولانا، حافظ هم اینجوری فکر نمیکنه. در این حال معنای این امر این است که گناه یه نقشی داره، به تعبیر دیگه جزء تقدیر الهی است. گناه تو ساختار این عالم جایی داره برای خودش. این دنیا رو نمیشه جارو کرد، گناه رو بیرون ریخت. گناه ها نقشی خدا به عهدشون نهاده است و بزرگتر نقششون این استش که بنده و شما اینجا الان حاضرین و کنار هم نشستیم. اما حافظ از اینکه پدر ما گناه کرد، نتیجه‌ای که میگیره این است که پس ماها معصوم نیستیم. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. بابای ما گناهکار بود، ما هم حتما گناهکاریم. کسی نمیتونه ادعای عصمت بکنه. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعویه بیگناهی. خب و از توی او یک تواضعی رو بیرون میاره، یک فروتنی رو بیرون میکشه. همه جائز الخطاییم، همه لازم الخطاییم، هیچ کدوممون دامنمون پاک نیست، آلوده ایم، مبرا نیستیم، همه محتاج رحمت پروردگاریم و از همه بالاتر خدا غفار است، چون ما گناهکاریم. اگه ما گناهکار نبودیم اسم غفار بر خدا صادق نمی آمد. همه اینا رو درست کرده، سیستمی داده براش که جا به گناه بده در این عالم و بسی بیش از اینها که من اشاره نمی کنم. اما در مسیحیت شما ببینید گناه چه نقش محوری پیدا میکنم به یه شکل دیگری، چون پدر ما گناه کرد، ما هم گناهکاریم. نه اینکه ما جائز الخطا شدیم، ما اصلا بالفعل گناه او به پای ما نوشته شده است. اوریجینال سین،
ما همه با این اوریجینال سین به دنیا میاییم و همه گناهکاریم. و اگر مسیح نمی آمد، یعنی خداوند پسرش رو نمی فرستاد که به کفاره گناهان ما او شهید بشه و بردار بره، ما همه گناهکار می ماندیم. و اگرم کسی به مسیح رجوع نکند و پیرو او نشود، این گناهش پاک نمی شود. خب این یک درک دیگری است از مسئله گناه و از مسئله هبوط. و هبوط اصلا اونجا یعنی هبوط، یعنی واقعا ما افتادیم، ما افت کردیم و حالا طول میکشه تا از این افت، از این سقوط، از این هبوط ما بیرون بیایم و این ذلتی که به ما دست داده اون رو بتوانیم جبران بکنیم. مولوی در باب هبوط چنان که گفتم حرفای مختلف داره و البته شأن این مرد است. برای اینکه عارفان ما که شاعران بودند، اینا در باب یک مسئله یک جور فکر نمی کردن. در احوال مختلف اقوال مختلف داشتن، درکهای مختلف داشتن، به دلیل اینکه خب گاهی چشمشون بازتر بود، گاهی نیم باز بود و نیم خفته بود، یه وقتی از روشنی بیشتری برخوردار بوده کمتر. بعدم آدمیست، ذهنش کار میکنه، بصیرتش افزونتر میشه و حرفای مختلف میزنه. در باب اصل ماجرای شیطان و سجده بر آدم، چنان که در دفتر دوم و در داستان معاویه آورده، اونجا خلاصه حرف مولانا این استش که این نقشه الهی بود، این نقشه الهی بود. نه شیطان مستوجب ملامت است، نه آدم مستوجب تحسین است، نه هیچ کدوم اینا نیست. و شیطان در دفاع از خودش میگه که خداوند یک طرحی رو، یک بازی رو، یک تئاتر رو به اصطلاح ما را انداخت و اون یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، چون که بر نت اش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فضول. گفت نت یعنی همون صحنه تئاتر. به من گفت تو نقش شیطان رو بازی کن. و من هم نقش درست مثل همین تعزیه ها که دیدیم می که نقش شمره، یکی نقش امام حسینه، نه اون شمره نه اون امام حسینه، اما خب نقش اینا رو بازی میکنن. میگه خداوند به من گفت نقش شیطان رو بازی کن، ظاهرن برو آدم رو گول بزن که آدم از اون میوه ممنوعه بخوره، چنین چنان تا کار خدا، یعنی این قطار حرکت کنه، این کاروان به راه بیفته و منتهی بشود به فرود آمدن آدمیان به روی زمین و گسترده شدن بساط انسانیت در این جا. خب این یک نظر مولاناست که واقعا هبوط رو حقیقتا هبوط نمی داند، سقوط نمی داند، یه مرحله ای از مراحل زندگی آدمیان می داند، یه مرحله ای که این مرحله را هم ما ناگزیر باید طی کنیم، منزلی از منازل سفر ماست. یه سفری رو خدا پیش بینی کرده، طراحی کرده، یه بخشش رو فرض کنید که همون نیستان اعلا بوده که ما اونجا بودیم، خودش هم یه نقشی به شیطان داده، یه نقشی به ملائک داده، به این به اون داده. نهایتا اینا که این نقش رو بازی کردن باعث شده که ظاهراً ما رو برانند، ظاهراً ما رو برانند و الا نراندن واقعاً، و به زمین بیاورند. و روی زمین هم خب اینجا هم خداوند برای ما اهداف و اغراضی داشته که بعد پیامبران فرستاده الی آخر تا بعداً به فرجام کار برسیم. خب این یک رأی است که میبینید در واقع مولانا کاملاً قصه رو اسطوره‌ای معنا میکنه، کاملاً، یعنی از اسطوره هم بالاتر. به شما بگن داستان آدم یه تئاتر بود، خدا را انداخت، جدی نبود، نه این شیطان شیطان بود، نه اون آدم آدم بود، نه اون ملک ملک بود، نه سجده معناش اون بود، هیچ کدوم. در حقیقت میخواد بگه که یه جوری یه معنایی دارد آمدن ما در این عالم، یه معنایی داره، یه پیشینه‌ای دارد. اما نه اینکه دو نفر اومدن، حالا یکی اسم شیطان بود یا نبود، اینا مثلا یکی گناه کرد یا نکرد و از اول بنا بود ما تو بهشت بمونیم، اما بعد خدا تغییر نظر داد و ناچار شد که ما رو از بهشت بیرون کنه و بفرسته رو زمین و اینا. اینا چندان راست نمی آمد برای مولانا. اما
در همین دفتر دوم که در انتهاش داستان معاویه میاد، در ابتداش مولوی حرفای دیگه میزنه، حرفایی که به گمان من خیلی عمیق‌تر هم هست. صحبت میکنه راجع به پیر و به رو آوردن به مشایخ و بهره جستن از محضر آنها. بعد یک مرتبه سطح سخن بالاتر میره، یه اصلا وقتی که ما میگیم پیر، این پیرانی که روی زمینند و اینا رو نمیگیم، پیر آنانند که این عالم نبود، جان ایشان غرقه در دریای جود. یه کسانی بودن که هنوز وقتی خلقتی صورت نگرفته بود اونا بودند، پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، پیش از اینکه انگوری خلق بشه، شرابی از این انگور گرفته بشه، اونا مستی میکردن، شور میکردن. بعد وقت اشاره به این نکته خیلی جالب میزنه، میگه که وقتی که خداوند میخواست مردم رو خلق کنه و در اونجا ملائک خب اعتراض کردن به خداوند دیگه، این پیران اونجا بودند و بر ملائک خفیه خنبک می زدند، یعنی زیر لبی ریشخند می کردن ملائک رو، می گفتن اینا رو ببین، اینا از نقشه خدا بی خبرن، خدا داره به اینا میگه که انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه ای از خودم روی زمین بگذارم، اینا دارن اعتراض میکنن که خدایا ما که عبادتت میکنیم، از ما کی بهتر داری، دیگه چی میخوای کسی رو بیافری؟ چون ملائک مانع اون میشدن، بر ملائک خفیه خنبک میزدن، مسخره میکردن ملائک رو، میگفتن اینا راز مسائل رو نمیدارن و نمیفهمن که یه نقشه است باید اجرا بشه، ملائک اعتراض بکنن یا نکنن، نمیدونن که آینده چه خواهد شد و این کاروان به کجا خواهد رفت. و ادامه میدهد این مسئله رو در ابتدای دفتر دوم. اجازه بدید من پاره از ابیاتش رو براتون بخونم، خیلی شنیدنی است که در اون ابتدای عالم به اصطلاح مولانا چه فکر میکنه. پیر ایشانند که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود. بعد میگوید که مشورت میرفت در ایجاد خلق، خداوند مشورت میکرد با ملائک، جانشان در بحر قدرت تا به حلق، چون ملائک مانع آن میشدند، بر ملائک خفیه خنبک میزدند. خنبک میدونی یعنی چی؟ خنب یعنی خم، مثل دنب یعنی دم، و خنبک وقتی که شراب در خم به عمل میاد حباب روش می نشینه، اینا خنبک زدن شراب است، چون چیز میکنه، به اصطلاح صدا میکنه وقتی که میاد. باری پیشتر زفلا کیوان دیده اند، پیشتر از دانه ها نان دیده اند، بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند، آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، بر نه خود نسبت به دوران رؤیت است. شما به این بیت توجه بکنه، یک دنیا معنی توی این بیت. ببینید داره چی میگه، اون پیرانی که هنوز این عالم نبود، پیرانی که بودند و هنوز ملائک نبودند، و وقتی هم که خدا با ملائک مشورت میکرد و ملائک اعتراض میکردن، اینا دورا دور و زیر لب به اونها لبخند و ریشخند میزدن. اینا کسانی هستند، خوب توجه کنید، آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، کسانی هستند اون پیران که این عیان در حکم فکر اونهاست، یعنی این عالم گویی که تو ذهن اونها قرار دارند. این رو خوب در نظر بگیرید، این از حرفای فوق العاده مهم مولاناست، جاهای دیگر هم این رو گفته است و همین از اون سخنی که میگن مولانا پدر جد هگل بوده، چون هگل در واقع تصویرش از عالم اینه، ولی حالا ما به هگل کاری نداریم، مولانای خودمون رو میچسبیم. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، جای دیگه مولانا میگه این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورت ها رسول،
شما فکر کنید که خدا فکر کرده، اصلا میخواد بدونید خدا چه دنیا رو چجوری آفریده، اینجوری در نظر بگیرید که ما افکاری هستیم تو ذهن خداوند، ما یه همچین نسبتی داریم با خدا. به همین دلیل هم هست که ما میگیم که ما بیرون از وجود خدا نیستیم، ما محاطیم به او و او محیط به ماست. درست مثل این افکار ما که تو ذهن ماست که هم مخلوق ماست، مولود ماست و هم در وجود ماست و ما کاملا بر او احاطه داریم و هر لحظه شما بخواید میتونید نظرتون رو برگردونید، یه فکر دیگه بکنید. فقط فرقش اینه که خداوند دچار فراموشی نمیشه، ولی ما خب فراموش هم میکنیم افکاری که کردیم. اما حقیقتش اینه که بهترین تصویر از نسبت خدا و خلق این استش که مخلوقات، همه مخلوقات ها، نه فقط آدمیان یا کرات مادی، همه مخلوقات، از ملائک، از همه چی، اینا گویی که افکاری هستند در ذهن خداوند. حالا یه پله شما باید بیاد پایین تر، همونطور که مولوی اومده پایین تر. افکاری نیستن تو ذهن خداوند، چون خداوند ذهن نداره البته، یعنی اینا تصویر آدمیان است. ما که خدا رو نباید آنتروپومورفیک بیندیشیم و او رو شبیه آدمیان بدانیم. موجودات دیگری هستند که در مراتب وجود پایین تر از خداوندن، که مولوی به همونا میگه پیر، همون عقول، همون مخلوقات نخستین خداوند که ما در حکم معلوله های اونها و مخلوق های اونها هستیم و در مراتب مادون وجود قرار داریم نسبت به اونها، ما گویی که افکاری در اذهان اونها هستیم. به این معنا اونا مقدم بر وجود این عالمند و عالم به منزله فکری در وجود اونهاست و فکر همیشه از متفکر آگاه هست. یعنی اگر بنا به فرض از فکر ما بپرسن که تو کی، تو کجایی، اگر بتواند جواب بده میگه من فکری هستم در ذهن فلانی فلمثل. حالا مشکل ما این است از زبان مولانا و این نیی که از نیستان پریده شده که ما یادمون رفته که ما فکری هستیم تو ذهن کسی. ما فکر میکنیم خودمون مستقلیم، تو ذهن کسی نیستیم. فضا و عالم خودمون رو که در او زندگی میکنیم و حیات داریم فراموش کردیم، نمیدونیم که ماها توی ذهنی قرار داریم الان و اون ذهن در واقع عالم ماست که ما در او زندگی میکنیم. به این معنا ما رو از نیستان بریدند. خوش میکنید؟ به این معنا که ما یادمون رفته، غافلیم، نمیدونیم، جاهلیم که ما فکری هستیم در یک ذهن بزرگ. فکر میکنیم که ما همونی که تکامل به ما گفته، اصلا تکاملی حرفا رو نمیزنه. میبینید که چقدر این دوتا نوع بینش با هم متفاوتن. ما موجوداتی هستیم، خودمون تو این عالم رو رفته رفته روش کردیم، بزرگ شدیم و این شدیم که امروز هستیم. هگل همین رو میگفت، مولانا که میگفت که این جهان یک فکرت است از عقل کل، همین رو میگفت. اینی که در فلسفه گذشته همیشه میگفتن معلول از علت جدایی نداره، با همین تصویر شما بهتر میتونید درک بکنید. ما امروز پیش خودمون میگیم که خب یعنی چی که معلول از علت جدایی نداره؟ یه پدری مادری علت یه فرزندن، خب پدر و مادر دنیا میرن، فرزند سر جاش، یه بنایی میاد ساختمونی میسازه، اون بنا هم فوت میکنه میره ساختمون سر جاشه. چطور میشه بگیم علت و معلول از هم جدایی ندارن؟ یه تیری شما میپرونید، خب این علت پرش تیره اون کمانتون، ولی بعد تیر میره برای خودش هر جا که میخواد میره و شما هم سر جا خودتون نشستید. یعنی ماها جدایی علت و معلول رو زیاد میبینیم با این درک ساده‌ای که از علت و معلول داریم، که البته درک ناسوابی است، یعنی خیلی نقصان داره. اگه میخواد علت و معلول رو یه درک نسبتا دقیقی و سالمی ازش داشته باشید، نسبت متفکر با فکر رو در نظر بگیرید که چگونه فکر زاده متفکر است و به او کاملا وابسته است، به طوری که یک لحظه اگر متفکر غفلت بکنه فکری دیگه نیست، یه فکری وجود نداره. و چگونه مخلوق متفکر است، یعنی او اصلا این رو ایجاد میکنه، مثل اینکه ایجاد از عدم است، چیزی نیست در ذهن شما
و شما مثل اینکه او رو میآفرینید. حالا ببینید از جاده اصلی خودمون دور نشیم. گفت باز پهنا می رویم از راه راست، باز گرده خواجه راه ما کجاست، این پیچ می زنیم بیایم سر جاده اصلی. خلاصه مطلب این است که ببینید یه نیستانی بوده که خب البته بیان کنایی و تمثیلی و تصویری است، یه جایی بوده که منبع وجود ما بوده، مبدع وجود ما بوده و ما به یه معنا اونجا استقرار داشتیم. ما هیچی نبودیم، ما چیزی بودیم، مثل جوانهای فکری که تو ذهنه و بعدن اینا بزرگ میشه و رشد میکنه و میشه تئوری، میشه یک اندیشه عظیم. ما هیچی نبودیم، بیریشه نبودیم، ما وجود داشتیم قبل از این، واقعا وجود داشتیم به صورت یه فکری در یه ذهنی که اون ذهن مبدع وجود ما بوده و نیستان این عالم است. ما بریده شدیم و مبتلا به فراق شدیم. این بریدگی، بریدگی وجودی نیست، بریدگی معرفتی است. اینو خوب یادتون باشه. این از اون حرفای خیلی مهمی است که به تصریح محی‌الدین عربی در کلماتش داره. میگه مردم خدان، البته او این رو میگه، ولی نمیدونن که خدان. بسیاری از مشکلات ما هم مشکلات معرفتی است، یعنی فاصله ما با خدا فاصله معرفتی است نه فاصله وجودی. درست مثل این که شما، همون که مولانا میگه، عطار میگه، مثال میزنه دیگه، میگه پادشاهی بود، مثال از عطار قبلا هم براتون گفتم، پادشاهی بود که در خواب میدید که برده است و در دست بردهدار اسیره و این صاحب برده بسیار به او ظلم میکنه و اذیتش میکنه. در خواب فوق‌العاده رنجیده بود، آرزو میکرد، میگفت میشه من شاه باشم که کسی زورش به من نرسه و نتونه این همه به من ظلم کنه. بعد عطار میگه فاصله او با شاهی فقط فاصله خواب با بیداری بود، این کافی بود بیدارش ببینه شاهه، واقعا شاهه، اما چون تو خواب رفته بود خودشو برده میدید، در آرزوی شاهی بود. فاصله ما با اونی که باید باشیم یا با اونی که بودیم یه خواب تا بیداریه، یه بیخبری است این وسط، این veil of ignorance به قول این آقای چیز که در باب حالا بحث عدالت میگه رالز، ما پشت پرده بیخبری قرار داریم، ولی دریدن این پرده بیخبری خیلی هزینه داره، چیز ساده ای نیست، یک سفر بلند لازم است، همین سفری که ما رو فرستادن، که در این سفر ما بتوانیم و موفق بشیم که از پشت پرده بیخبری بیرون بیان. یه باری من براتون گفتم، حالا بعد نیست اشاره میکنم، یه کتابی در عرفان مسیحیت که من رو خیلی تکان داد تحت عنوان The Cloud of Unknowing که من ترجمه کردم به سحاب احتجاب، ابری به منزله حجاب. این کتاب در قرن 14 هم نوشته شده، از 7 قرن پیش، فوق‌العاده از توسط یک کشیش هم نوشته شده. تمام حرفش این است که بین ما و خدا یک ابری حجاب است، هرچه هم به این ابر شما میکوبی به قول خود او، این ابر کاملا برطرف نمیشه، فقط بعد از مرگ این حجاب برداشته میشه. ولی در این عالم ما همه زیر سحاب احتجاب یا حجاب حیرتیم و این ابر همچنان بر ما سایه افکن است. ما در چنین وضعیتی هستیم. تعبیر مولانا از این وضعیت این استش که ما از نیستان ما رو بریدند و در این دنیا آوردند و ما رو مبتلا به فراق کردند تا بر این بیخبری ما فائق بیایم، این پرده رو بدریم و این حجاب علمی رو برداریم، ولی حجاب وجودی اینجا نیست، یعنی ما واقعا متصلیم به اون دریا، ما قطره نیستیم که از این دریا دور افتاده باشیم، اما بیخبریم که این قطره توی دریاست. باید این پرده از میان ما، پردهی که حجاب حیرت یا حجاب جهل به اون میگن، برداشته بشه. و عرفا معتقدن مهمترین کار پیامبران همین بوده. شما کتابای عرفای ما رو بخونید، نمیگن پیامبران اومدن اینجا که نظم به مدینه بدن، به سیاست بیاورن، احکام شرع بیاورن، هیچی. میگن مهمترین هدف پیامبران این بود که بیان
و دست ما رو میگیرن به وجود وصل کنن، وجود که در واقع خداست، وصل کنن. و در غیر این صورت ما همه محجوبیم یا به تعبیر دیگری سیاه پوشیم. این شعر مولوی رو بخونم تا حالا گفتم سیاه پوش، یک نکته دیگری هم، یک قصه دیگری هم براتون بگم. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، یادتون باشه این از پرمغز ترین شعرهای مولاناست. اصلا میبینید یه مرتبه در درج کلام این از زبانش بیرون میاد و یک معرفتی رو بیرون میریزه مثل کوه عظیم و پر از معادن و گنجها. ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است، من یه چیزی رو میبینم که از من دوره، ولی یه کسی همون چیز که از من دوره و من میبینمش، یه کسی دیگه هست که اون چیز نسبت به او فکر و تفکره، یعنی تو حوزه وجود اوست. توجه میکنیم ما در حوزه وجود خداوندیم، یا اون پیرانی که این عالم نبود، جان ایشان غرق در دریای جوب. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دور است مشکل حل شود. روح از انگور می را دیده است، روح از معدوم شی را دیده است. پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. آسمان در دور ایشان جرعه نوش، آفتاب از جودشان زربفت پوش، الی آخر. بعدش هم مولانا بالاخره به شور میاد بعد از این حرفا که میزنه. کاملا نشانه این است که مولوی در گفتن این سخنان دیگه چشمی به بیرون نداشته است، یعنی به اون مخاطبانش نگاه نمی کرده، عبا رو به سر خودش کشیده بوده و در عالمی رفته بوده و این سخنان بسیار بعید است که مخاطبان همروزگاره اونها رو درک می کردن و با او همزبانه می کردن. گاه گاه در مثنوی چنان پیش میاد، بعد خودش میگه یک زمان بگذار ای همره ملال، معلومه که ملالی هم حاصل شده بوده در مخاطبان. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال. در زبان ناید جمال و بیان خال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. تا که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. همچون موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. میبینید دیگه داره چه میکنه واقعا، چه شوری، چه هلهله ای، چه رقصی، چه سمایی، چه مستی. میگه بار سنگینی رو بر دوش این مور نهادند و من این بار رو حمل میکنم. همچون موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. خب کی گذارد اون که رشک روشنیست، تا بگویم اون چه فرض و گفتنیست. میگه با همه این احوال جلوی دهن من رو هم میگیرن، میگن همه رازها رو فاش نکن، همه حرفها رو نگو. زین سخنهای چو در شاهوار، اندکی گر آرمت معذور دار. که از درونم صد حریف خوش نفس، دست بر لب میزند یعنی که بس. خب حالا به شما گفتم ما سیاه‌پوشیم، بد نیست یک قصه هم در اینجا برای شما نقل کنم. ببینید اولا یادتون باشه صوفیا در مراتب بالای سلوک، میدونید اینا جامعه عوض میکردن دیگه، در اون عالی ترین احوال سلوک جامعه سرمه‌ای نیلی کبود میپوشیدن. صوفیان کبود پوش همه از غم دوست در خروش. همه کلمه آبی یا سرمه‌ای در گذشته نبود دیگه، به رنگ آبی و سرمه‌ای ما تو ادبیات گذشته ما یا نیلی میگفتن یا کبود میگفتن یا ازرق میگفتن. من نمیدونم کلمه آبی از کجا پیداش، حتی سبز میگفتن، همه آبی سبز هم میگفتن، ممکنه کوررنگی هم داشتن چون آبی و سبز رو یکسان میدیدن. باری این همه که حافظ به ازرق پوشان حمله میکنه، یعنی همین صوفیان دیگه، بله نه اون غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه اون گروه که ازرق لباس و دلسیه هند. خلاصش در اون مرد، اما این یه معنا داشت، خودشون میگفتند و این هست تو ادبیات صوفی که ازرق میپوشیم، کبود میپوشیم چون در عزا نشسته ایم. این علامت این بود که در این مراتبی که سیر میکردن به طرف بالا، از نخستین پایه ها تا به پایه های خیلی عالی میرسیدن، به نشستن در عزای دوست.
یعنی میفهمیدن که مبتلا به فراقن. از اینجا بود که نشان میداد که اینها به رتبه عالی رسیدن. تا قبل از او هم مبتلا به فراق بودن، اما نمیدونستن که در فراقن. وقتی که میفهمیدن اون وقت کبود پوش میشدن، صوفیان کبود پوش، همه از غم دوست در خروش همه. حالا بذارید این قصه کبود پوش و سیاه پوش هم یه قصه این دفعه از نظامی براتون بگم که قصه خیلی خوبی است. من این رو از جوانی میخوندم، قصه خیلی زیبایی هم هست. هیچ وقت نیندیشیده بودم که تفسیر این قصه چیست، چون زبان نظامی زبان بسیار بلیغی است، فوق العاده ساحر است و کشش عجیبی داره. خب قصه پردازیش هم که در اوجه. ما معمولاً قصه یعنی لیلی و مجنون و خسرو شیرین نظامی رو میدونیم، اما بالاتر از او هفت پیکر است که هفت داستان در اونجاست. خب قصه بهرام گور است رو که به هر حال نهایتاً پادشاه شد، ولی دیگه نمیریم توی مقدمات و جزئیات کار. ایشون پادشاه شد و با قلدری تمام دستور داد که دختران پادشاهان دیگر رو برای ایشون بیارن، دختر خاقان چین رو، پادشاه مصر رو، پادشاه روم رو، اینجا رو، اونجا رو، هفت تا از این دخترها رو خواست و اون پادشاهان دیگر هم که زیر دست او بودن اجابت کردند و اطاعت کردند و دخترانشون رو برای ایشون فرستادن. به قول نظامی شیرمردی جوان و هفت عروس برای خودش اینها رو فراهم کرد. هفتا قصر ساخت به رنگ‌های مختلف، رنگ سیاه، رنگ زرد، رنگ سرخ، و در این هفت قصر هر روز هفته رو در یکی از اینها سپری می‌کرد و هر شبم با یکی از دختران این ملوک به سر می‌برد. اولین داستان مربوط به قصر سیاه است که من براتون می‌خوام بگم و دقیقاً به همین اسطوره‌ها اشاره داره، به همین اسطوره فراق. قصه کمی هم اروتیکه، من معذرت میخوام، ولی کسانی که شعرهای مولوی رو میخونن که به اون درجه از اروتیسیتی هست دیگه زبان عفیف نظامی نباید اونها رو بیازارد. نظامی فوق العاده زبان عفیفی داره. باری داستان اینه، چون هر دختری در اون قصر که با پادشاه میخفت قبلا باید یه قصه میگفت برای پادشاه تا دل پادشاه رو به دست بیاره و بعد در کنار هم بخسبند. در قصر سیاه پادشاه دختر پادشاه هند بود که خودش هم تا حدودی سیاه چرده بود و داستانی این چنین گفت. گفت و از شرم در زمین می دید، زان کس نگفت و کس نشنید. از فرط شرم نگاه به پایین می کرد و قصه می گفت. گفت که من در قصر پدر خودم که بودم در اونجا یه خانمی می آمد و می رفت که سراپا سیاه پوش بود. داستان اینجوری اصلا شروع میشه. به تمام رمزهای قصه شما نگاه کنید. خانمی رفت آمد داشت، کنیزی بود، خانمی بود در قصر می آمد و می رفت که زکت بانوان قصر بهشت بود. زاهد زنی لطیف سرشت آمدی در سرای شه، هر ماه سر به سر کسوتش حریر سیاه، ابریشم سیاه. باز گفتن که از چه ترس و چه بیم در سوادی تو ای سبیکه سیم. ازش پرسیدن که شما چرا سیاه پوشی؟ وقتی که اصرار کردن که داستانش رو بگه وقت زبانش باز شد. گفت من کنیز فلان ملک بودم که از او گرچه مرد خوشنودم. ملکی بود کامکار و بزرگ، ایمنی داد میش را با گرگ. فلک از طالع خروشانش خوانده شاه سیاه پوشانش. من کنیز یه پادشاهی بودم که اون پادشاه سیاه پوش بود و قصه سیاه پوشیش هم این بود که ملکی بود کامکار و بزرگ، ایمنی داد میش را با گرد، بسیار عادل بود و امنیت همه جا برقرار کرده بود. فلک از طالع خروشانش داده نام سیاه پوشانش. گفت این پادشاه قبل از اینکه سیاه پوش بشه در دوران پادشاهی خودش یک رسم خوبی داشت.
با این که میهمانخانه ای مهیا داشت که سرا روی در ثریا داشت، میهمانخانه ای داشت در مملکت خودش و رسمش این بود غریبان مسافرانی که از راه میرسیدن اینها رو به این میهمانخانه می آورد، هر که آمد لگامگیر شدن به خودش میهمان پذیر شدن و رسمش این بود. مدت ها این چنین بود و یک مرتبه همچون سیمرغ پر کشید از ما و گشت ناپدید از ما. یه مرتبه دیدیم غیبش زد این جناب پادشاه و رفت که رفت و مدت ها ناپدید شد تا ناگهان روزی از عنایت بخت آمدان کامکار بر سر تخت. از کلاه و لباس و پیراهنش پای تا سر سیاه بود تنش. رفت و وقتی برگشت کاملا سیاه پوش شده بود. به این رمزهای قصه خوب توجه بکنیم. میگوید که خب من کنیز این پادشاه بودم، همچنان بودم و ندیمش بودم، با او بودم، روز بودم، شب بودم و شبی از مشفقی و دلداری کردم آن قبله را پرستاری. سر نهاد و به پای من از مهر، گله می کرد از اختران سپهر. کاسمان بین چه ترک تازی کرد، با چو من خسروی چه بازی کرد. گله می کرد از اختران سپهر. گفت من دیدم فرصت مناسبی است. پاسخ شاه را سگالیدم، روی در پای شاه مالیدم، التماس کردم، گفتم که باز پرسیدن حدیث نهفت هم تو دانی و هم توانی گفت. گفتم که خواهش میکنم که شما قصه خودت رو برای ما بگو، هیچ کس جز تو این قصه رو نمیداند و نمیتونه بگه. چرا سیاه‌پوش شدی؟ چرا رفتی؟ چی شد که برگشتی؟ خب زبانش باز شد، گفت چون من در این جهانداری خو گرفتم به میهمانداری. روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه. حالا اون سیاهی به یه سیاهی دیگه منتقل شد. یک مسافری از راه رسید، همه لباسش سیاه بود، کفشاش هم سیاه بود، کلاش هم سیاه بود. گفتم ای من نخوانده نامه تو، سیاه از بحر چیست جامه تو؟ گفت بگذار از این سخن بگذر، که ز سیمرغ کس نداد خبر. گفتمش بازگو بهانه مگیر، خبرم ده ز قیروان و ز قیر. چون زهد رفت خواستاری من، شرمش آمد ز بیقراری من. انقدر اصرار کردم که دیگه خجل شد. گفت باشه میگم. گفت شهریست در ولایت چین، شهری آراسته چو خلد برین. اون چه در سرنبشت این سلب است، سلب با سین یعنی جامعه، اون چه در سرنبشت این سلب است، گرچه ناخوانده قصه ای عجب است. این سخن گفت و رخت بر خر بست، آرزوی مرا در آن در بست. قصه گو رفت و قصه ناپیدا، بیم آن بود که من شوم شیدا. رفت گفت مدت ها من جستجو کردم که این شهر کجاست، این مردمش کی هم چجوری هم. چند از این قصه جستجو کردم، به ایتق از هر سوی فرو کردم، باز پرسیدم آشکار و نهفت، خبر چست کردن چه بود نگفت. حالا روزگار رو ببینید، میگه وقتی که نتونستم راز این جامعه سیاه رو بفهمم و از اون ولایت چین هم کسی به من خبر نداد، عاقبت سلطنت رها کردم، خیشی از خانه پادشاه کردم، یکی از اقوام قرمخیشامو گذاشتم روی تخت، گفتم شما پادشاهی کن تا من برم و برگردم. من یاد این کاسبای قدیم میفتم که مثلا که دو دقیقه میگم من برم توالت، شما این شاگردش، میگم شما فعلا در مغازه باش. پادشاهی گفت یه نفر از اقواممون، گفتم شما حالا به تخت سلطنت بشین ما بریم و برگردیم. گفت رفتم، بالاخره از این طرف از اون طرف پرسیدم، بالاخره اون شهر چین رو پیدا کردم. وارد اون شهر چین شدم، دیدم همه سیاه پوشن، از دم همشون سیاه پوشن و این طرف اون طرف ناشناس. با خودم هم پول بسیار، گنج و جواهرات فراوان برده بودم، شاید لازم من بشه، غلامانی رو هم با خودم برده بودم. رفتم جایی گرفتم منزلی اینا و رخت نهادم. روزا می رفتم تو خیابون بازار نگاه می کردم تا یه قصابی که ازش خرید میکردم به نظرم اومدش که مرد خوبیه، چون نظر ساختم زهر بابی، دیدم آزاده مرد قصابی، از نکویی و نیکرایی او راه بردم به آشنایی او. شما باز به این رمز قصابم بعد اینجا توجه بکنید که چطور شد یه قصاب اینجا اومد پای کار، در حالی که خب قصاب معمولا توی ادبیات ما
وصف خوبی و خوشایندی نداره. شعر سعدی یادتونه، به تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان، ترک احسان خواجه اولا، ترک احتمال جفای بوابان. به هر حال دیدم آزاد مرد قصابی و رفتم و با این رفیق شدم. دادمش نقدهای روتازه، چیزهای فرونز اندازه، همینطور پول میدادم به این، هدیه میبردم، تحفه میبردم، کادو میبردم، همه جور چیز. گفت تا یه روز این منو به خونش مهمان کرد و خلاصش به من گفت که من پیش شما شرمندم، خجلم، ولی در این حال مشکوکم. برای چی اینقدر به من پول میدی، تحفه میدی؟ تو کی هستی؟ ما کجا پسرخاله ایم، دخترخاله ایم؟ ما همدیگر نمیشناسیم. من که قانع شدم به اندک سود، این همه دادنم ز بهره چه بود؟ این همه پول برای چی به من میدی؟ میگه من اونجا رازمو بهش گفتم. گفتم ببین، باز گفتم به دو حکایت خیش، قصه شاهی و ولایت خیش، تا بدانم که هر کس این شهرند، چه سبب که از نشاط بی بهرند. بی مصیبت به غم چرا کوشند، جامه های سیاه چرا پوشند. من اومدم اینو بفهمم. اینا رو که گفتم، جناب قصابم که نمکگیر من شده بود و سر فرو انداخت و به فکر فرو رفت و بعد سرش رو بلند کرد و گفت: پرسیدی آنچه نیست ثواب، دهمت آنچنان که هست جواب. گفت: سوال خوبی نکردی، اما چون مدیون تو هم و نمکگیر تو هم، دیگه ناچار جواب تو میدم. پشو بریم بهت بگم. شب شد، همه جا تاریک، ما آمدیم. چون پریز آدمی برید مرا، سوی ویرانه‌ای کشید مرا. منو برد به این خرابه یا سبدی بود در رسن بسته، رفت و آورد پیشم آهسته. یه سبدی بود و برد و گفت: یک دم در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین، تا بدانی که هر که مدهوش است، از چه معنا چنین سیاه پوش است. بشین تو این سبد میفهمی قصه چی. میگه: من همین که توی این سبد نشستم، چون تنم در سبد نوا بگرفت، سبدم مرد شد هوا بگرفت، یه دفعه دیدم پر در آورد این سبد و رفت بالا. منتها یه رسنی به او بود، رسنی بود در سبدی بود در رسن بسته، رسنی بود که این به یه میله‌ای وصل بود. گفت سبد رفت 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 بالا میان زمین، آسان ارتفاع بسیار بلندی که من از زمین دور شدم و یه مرتبه این سبد بالای اون میله وسط آسمان زمین وایساد. جرأت نداشتم به بالا نگاه کنم، جرأت نداشتم به پایین نگاه کنم، بسیار موقعیت بد و هولناکی داشتم. صد بار در دل خودم لعنت کردم که مرد این چه کاری بود، سلطنت رو ول کردی، اومدی خودتو به چه روزگاری انداختی. در این احوال بودم که یک مرتبه یک مرغ خیلی پرنده قوی الهیکل عظیم الجثه اومد و بالای این میله نشست، پرش رو تکان میداد، از پرش مشک میریخت، جواهر میریخت. بعد یه مرتبه پراشو که جمع کرد بره، یه الهامی به من افتاد که پای اینو بگیر و بلند شد. دست بردم به اعتماد خدایوان قوی، پنجه را گرفتم، پای این پر زد و من را هم با خودش برد. برد و توی آسمان. کم کم به یه نقطه رسید که زیر پام میدیدم که مرغزار چمنزار بسیار جای عالیست، مثل بهشته. دقیقاً توصیفی که نظامی میکنه از اونجا درست همون یه بهشت دیگریست. مرغ اومد پایین و منم پریدم پایین و روی زمین. بسیار جای خرمی بود، هوای خوشی داشت، بوی خوشی میامد. من خسته بودم، سرم گذاشتم زمین و سر خوابیدم و کم کم غروب شد، هوا تاریک شد و همطور که نشسته بودم دیدم اوه، از دور دارن هزاران حوریان با مشعلهایی که در دست داشتن میان جلو. همینطور آن کنیزان به رسم پیشینه، سیب در دست و نار در سینه، میگه همه اومدن جلو و فرش انداختند و تخت زدند، راه صبرم زدند و سخت زدند. اومدن فرش انداختن، جارو کردن، تخت زدند، خیلی بساطی آراستن. همه این زیبارویان با اون شمع‌هایی که در دست داشتن ایستادن. یک مرتبه چیز عجب‌تر، آفتابی پدید گشت از دور، کاسمان ناپدید گشت از نور. دیگه این بانوی بانوان اومد، اون کسی که سر حلقه و سرکرده
و امیر این حوریان بود. آمد که زیباروتر از همه اینها بود، رفت و بر تخت نشست و این حوریان هم به دور او همه به احترام ایستاده بودند. بعد می گفت چون زمانی گذشت سر برداشت، گفت با خادمی که در برداشت، گفت که گفت به او که از مردمان خاک سرشت می نماید که شخصی اینجا هست. گفت گویا یه نفر از خاکیان اومده اینجا توی آسمان. اون پریزاده در زمان برخاست، چون پری می پرید از چپ و راست، می گفت اونم زودی بلند شده این برابر می گشت و چون مرا دید ماند از آن به شگفت، دستگیرانه دست من بگرفت، گفت برخیز تا رویم چو دود، بانوی بانوان چنین فرمود. گفت یالا بیا بریم، ایشون فکر کردن که بریم خدمت ایشان. من رو برد و نزد بانوی بانوان که روی تخت نشسته بود، گفت من سر خم کردم به سجده افتادم، گفت نه برخیز، جای تو نیست، پایه بندگی سزای تو نیست، بیا اینجا پیش خودم بشین. دست منو گرفت و برد روی تخت پیش خودش نشست و خب کنیزکان به رقصیدن و به رامشگری و اینا پرداختند و دستور قضا داد و طبقها و سینیهای قضا، می، شراب، همه چی آوردن. و خب مدتی که گذشت و این می شراب در سر منم اثر کرد، خورده خورده دیگه شروع کردم به دست درازی کردن به این بانوی بانوان که در کنار من نشسته بود. چند باری هی تعرضی کردم، هی نزدیکتر شدم، هی خواستم از او بوسهی بربایم. به من گفت ببین امشب به بوسه قانع باش، این قدر رنگ آسمان متراش. گفت خیلی فضولی نکن، زیاده طلبی نکن، همین مقدار که به تو اجازه میدم بیا جلو، بیشتر از اون اجازه نه. اما چون به دنجا رسی که نتوانی که از طبیعت انان بگردانی، اگر دیگه خیلی این تمایل در تو قوی میشه، زین کنیزان که هر یکی ماهیست، شب عشاق را سحرگاهیست، حکم کن تازه خود کنم خالی، زیر حکم تو آورم حالی. گفت اگر دیگه خیلی تمایلت افزون شد، هر کدوم از این کنیزا رو میخوای انتخاب کن، من در اختیار تو میگذارم. و میاد و هم سر و هم بستر تو میشه. قصه بلند است دیگه، منم کوتاهش میکنم و باید ما به نتیجه برسیم. خلاصش پاره هایش هم من بعد فاکتور بگیرم. anyway میگفت که خلاصش 29 شب بدین دلفروزی بود، بازار من بدین تیزی، اول شب نظارگاه هم نور، آخر شب هم آشیانم هور. 29 شب اینطوری بود، اول شب نظارگاه هم نور، تا شد شب سیوم. شب سیوم دوباره به همین شیوه آمدند و تخت زدند و منم کنار بانوی بانوان نشستم. و ولی این بار دیگه بی صبر بودم، دیگه بیتاب بودم و دیگه خواستار خود این بانوی بانوان بودم. گفت اینقدر رنگ آسمان متراش، صبر کردن شبی محالی نیست، آخر امشب شبیست سالی نیست. هی به من توصیه می کرد، در صبوری از آن نواله نوش مهل می خواست، من نکردم گوش. بختم از دور گفت که ای نادان، لیس قریا وراء عبادان، من خام از زیادت اندیشی، در کمی افتادم از بیشی. لیس قریا وراء عبادان یعنی از آبادان اون طرفتر دیگه دهی نیست، نیست زان سوتر ز عبادان دهی. این مثالی بود در گذشته می زدن، یعنی بالاتر از سیاهی رنگی نیست. میگه بخت من به من میگفت دیگه معطل چی هستی، دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، من خام از زیادت اندیشی، در کمی افتادم از بیشی. حالا ببخشید دیگه من یک دو بیت دیگه بعد بخونم تا این قصه معنی خودشو بده. تا بدانجا رسید که از چستی دادم آن بند بسته را سستی. دیگه داشتم جامعش رو باز میکردم، دیگه دید خیلی دارم فضولی میکنم. گفت یک لحظه دیده را در بند، تا گشایم در خزانه قند. من به شیرینی بهانه او دیده در بستم از خزانه او. چون گفت چشتو ببند، خیلی خوب، من برهنه میشم برات، اشکالی نداره. من به شیرینی بهانه او دیده در بستم از خزانه او، چون یکی لحظه مهلتش دادم، گفت بگشای دیده، بگشادم.
کردم آهنگ بر امید شکار تا درآرم عروس را به کنار. پریدم دیگه چون که نیکو به گرد خود دیدم، خیشتن را در آن سبد دیدم. یه مرتبه تا چشام و واکندم من تو همون سبد. هیچ کس گرد من نه از زن و مرد، مونسم با آه گرم و بادی سرد. بخت چون از بهانه سیر آمد، سبدم زن ستون به زیر آمد. دیدم دوباره در اون ویرانم و در همون سبدم دیدم که جناب قصاب اونجا وایساده، اومد و بند رسن رو باز کرد و من رو از سبد بیرون آمد. گفت اگر گفتمی تو را صد بار، باورت نامدی حقیقت کار. این قصه تا خودت نمی رفتی و نمی دیدی و بهش گفتم برو یه دست لباس سیام برای من بیار، منم سیاه‌پوش شدم و برگشتم. من توضیح و تفسیر این قصه رو به شما واگذار میکنم، پر از رمز و غموزه. خلاصه مطلب این است اون شهر چین همین آدمیانند، همه جهانند، همشون در فراق سیاه پوشند، همشون از اون نیستان آمده اند و هر کسی که اونجا رو ببینه سیاه پوش میشه، هر کسی که یه دوره وصالی رو طی کنه سیاه پوش میشه. ولی در عین حال نشانهایی هم توشه که چرا ما به فراق مبتلا. من خام از زیادت اندیشی، در کمی افتادم از بیشی. زیادت طلبی کردم و خامی کردم و قدر اون موقعیت رو ندانستم. همه چیز برام فراهم بود، خزانه قند به تعبیر او، زندگی در بهشت، حوریان، کنیزکان، بانوی بانوان، همه تنعمات و تلذذات، ولی مبتلا به فراق شدم. یکی از معانی که به نظر من مولانا در همین نیستان و در این شکایت از فراق داره چیزی شبیه اینه. رمزی که در این داستان قصر سیاه پوشان نظامی هست کم و بیش در همین حدود است و به همین سبب به گمان من نه تنها این داستان، تمام داستانهایی که در هفت بکر نظامی است قابل تأمله، اما این یکی به روشنی سرنوشت و سرگذشت ما رو نشان میده که از کجا به کجا رسیده ایم و چگونه اون وحدت ما بدل به کثرت شده است. اونجایی که با همه بودیم به قول مولانا مفترق شد آفتاب جانها، در میان روزن ابدانها آمدیم، متکثر شدیم، فراوان شدیم، یعنی نه تنها هبوط کردیم بلکه به کثرت هم مبتلا شدیم. وقتی که دوباره صعود میکنیم و از این هبوط و از این افت خارج میشیم، البته اینا هیچ کدوم زمانی نیست، معرفتی و علمی و از طریق آگاهی است، دوباره به وحدت میرسیم، دوباره به وصال میرسیم. اون آگاهی هم از طریق علم آموزی نیست، این برای اینکه اون حجاب حیرت و اون صحاب احتجاب بدرند، از طریق ورزیدن است، یعنی عمل کردن و ورزش کردن و سلوک کردن تا اینکه بدرد. و با این شعر مولانا ختم کنم، گفت کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. و السلام علیکم. بله، خداوند ببینید اسماء ذات داره که به قول شما اصالت داره، یعنی مطلق است، مثل واجب الوجود بودن، مثل عالم بودن، مثل حی و قیوم بودن اینها. اما یه اسمای دیگه ای داره که به اصطلاح نسبیه، یعنی اینا رو ما بهش میگیم صفات فعل الهی. مثلا وقتی میگیم خدا خالقه، اگه چیزی خلق نکرده بود خب خالق محسوب نمیشد. توجه میکنید این اسما از روی فعل الهی گرفته میشه، به این معنا بهشون میگن اینا صفات فعل باری هم. غفار بودن هم از روی فعل خدا گرفته شده نه از روی ذاتش، و چون فعلش آمرزیدن است به او غفار گفته میشه. لذا اگر گناهی نباشه و اقتضای آمرزش نکنه و خداوندم آمرزگار نامیده نمیشود. همون که حافظ گفت که جرم و گناه بنده گرش اعتبار نیست، معنای عفو و رحمت پروردگار چیست.
در واقع یه جور منت سر خدا هم میذاره که ما بودیم که این اسمو به تو دادیم، اگه ما نبودیم این اسم هم نبود. بعد آدم رو مطرح میکنه و علم الاحسان ما علم الادم اسماء الحسنا و اسماء کلها، بله اسماء کلها، و بعد فرشته ها که اعتراض میکنن که این میره فساد میکنه و در خور نیست که خلیفه این تو باشه، ولی کن به هم حال چیزی که از یکی از ما آقای طباطبایی نظرشون هستش که منظور اینه که حالا اگر من درست بتونم بگم این هست که حقیقت اسماء الحسنا رو به آدم خداوند می‌آموزه و علمی که حتی فرشته ها نداشتن. و بعد یا در سوره مؤمنون انشأنا خلقا آخر، بعد از اونی که میگه و نفخت و در صاد میگه نفخت و فی روحی، این هر ستا رو مترادف می‌گیرن. حالا این فکرتی که شما فرمودین و یا پیرانی که مطرح کردین که نهایتاً همون فکری هست که در ذهن پروردگار داریم ما که باز برمیگرده به اسما، به صفات و اعمال و تمامیت ما از همه چیز که واقعاً در فکرت اون هستیم مثل تصویر در آینه، این اگر که باشه من نمیتونم اینو بفهمم که این حقیقت اسماء الحسنا یعنی حقیقتی که میآموزد به آدم همون پیرها هستن، یا اینکه اون نفخت اون چیزی که از خودش میده از خودش میده و در آدم اون فکرت اولیه هست، این ارتباطی مثلا من رو گیج کردیم وسط. آره آخه بله، شما آخه چند تا داستان رو اینجا به هم میامیزید، اینا رو از هم باید جدا بشن. اونطوری که شما میفرمایید بله، گاهی این اختلاط موجب به قول شما گیجی هم میشه. ببینید اینا دو سه تا مطلب متفاوت و مستقل از همن، منافات البته با هم ندارن. قصه ی آدم و خلقت اولیه او و مسئله شیطان و غیره و غیره یه قصه است. این رو باید خودش رو به تنهایی و برای خودش ملاحظه کرد و اونجا هم خداوند نمیگه اسماء حسنا به آدم ما یاد دادیم، اسماء رو یاد دادیم. این عینن همون نکته است که در تورات هم هست، در تورات هم هست که خداوند نام همه چیز رو به آدم یاد داد. اون وقت این قصه که این نام چیه که خدا به آدم یاد داد، خب یهودیان و دیگران قدری ساده گرفتن. مسئله در اسلام اینا خیلی پیچیده شده، برای اینکه بحث کردن از ذات خدا، صفات خدا، اسماء خدا و بعد اینکه اسم این مسماست یا غیر مسماست، نکته های زیادی رو اینجا در میان آوردن که واقعا کار رو پیچیده کرده. علا ای حال خداوند اسمها رو به خود مولانا تفسیرش اینه که میگه که همون حقایق اشیاس، اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. وقتی خدا میگه اسم یعنی سر رو حقیقت شی، وقتی که ما اسم میگیم همین ظاهرشه، یه نامگذاری قراردادیه، تعبیر ایشان اینه. باری این یه مطلبه که خداوند به آدم یعنی به نوع آدم، نه به اون شخص آدم، به نوع آدمیان اسماء رو یاد داد. به هر حال ماها رو اهل معرفت کرد بدون اینکه وارد جزئیاتش بشه. این یه نکته است. پیرانی که اون موقع بودن اونا اینجا نیستن، اونا اگرم بودن یا به تعبیر ما اونا تماشاگران این صحنه بودن، برای اینکه خداوند همه قصه رو که نگفته، فقط رابطه خودش و گفتگوی خودش با ملائکه رو گفته، بقیه اون مجلس رو برای ما توضیح نداده که اونجا کی بود کی نبود، گفتگوهای دیگه چی اونجا صورت گرفت و غیره غیره، اصلا این توضیحات نیست در اونجا. یه کسی مثل مولوی که اون صحنه رو پیش خودش مجسم میکنه میاد و به ما میگه که آره اونجا در ورای اون پرده تازه یک صحنه های دیگری هم بود که نه ملائک اونو میدیدن، نه شیطان میدید، نه آدم میدید، پشت اون پرده یه پرده دیگه بود، پشت اون یک چیز دیگه بود. مولوی از اون پشت سرا خبر میده. با
روایت هایی هم ما داریم که البته یه چنین چیزهایی رو تقریبا میگه و مثلا در کافی یک روایتی هست که خدا به شیطان گفت سجده کن، اما خودش نمیخواست که او سجده کنه، یعنی خدا نمیخواست. توجه میکنید این یه پرده فراتر از اون مطلب اصلی است. ظاهرش امر بود که باید اطاعت میشد، اما اون در باطن نمیخواست که این قصه ها رو وقت مولانا باز به شکلهای مختلف بیان کرد. باره اون یک صحنه دیگری است که تماشاگران صحنه به قول مولانا پیرانی بودن که در واقع مبادی اولیه وجودن که در اونجا حضور داشتن. اما اینکه خداوند نفخ کرده یا نفخ کرده در ما آدمیان، اون کاملا یک مطلب دیگری است که هر آدمی که خلق میشه با نفخه الهی به دنیا میاد، یعنی من، شما، هر کسی، ما یه دمی از خدا در ما هست و در ما دمیده است و از اون طریق است که ما آدمی شده ایم و ربطی به اون خلقت اولیه و اینا نداره این بحث. بله. این رو که یعنی نه اونجا اون آیه در حدی که من معناش رو میدانم و در تفاسیر دیدم این است که ابتدا آدمی گوشت بود و استخوان بود و رگ و پی و اینا، بعد در اون روحی دمیدیم، اونجا خلقاً آخر شد، یعنی زنده شد، یعنی واجد حیات شد، واجد نفحه الهی شد. درسته وقتی ما واجد نفحه الهی میشیم همون کسی میشیم که خداوند تعلیم اسماء هم کرده. بله. آره درسته، یعنی مستعد اون میشیم، زمینه در ما پدید میاد، یعنی تمایزش بر سایر جانوران. بله درسته، همون نفعه الهی است. بله. ببینید اینجا دو تا مبحثه، یکی اگر شما به متون مقدس بخواد مراجعه کنید مثل تورات یا مثل قرآن یه بحثه، اما اگر بخواد آزاد از اینها بحث کنید، یعنی از طریق فلسفی، از طریق فلسفی قصه تقریبا روشنه، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره که ما تئوری تکامل رو بپذیریم و در این حال اینکه همه اینها خلقت خداوندی است و طراحی خداوند است که آدمیان این چنین پدید بیان، پله پله همطوری حیات رشد کنه تا برسه به حیات آدمی. به لحاظ فلسفی جمع اندیشه الهی و قبول وجود خداوند و خلقت الهی با تئوری تکامل کاملا ممکنه، هیچ مشکلی وجود نداره. اون که ایجاد اشکال کرد در همین مغرب زمین و هنوزم این اشکال واقعا به طور کامل مرتفع نشده، تناقضی بود که اندیشه تکامل داروینی با کتاب مقدس داشت، یعنی اینجا با تورات، البته در اسلام هم بگیرید با قرآن. قرآن البته اون جزئیاتی که در کتاب مقدس در تورات هست نداره، کمی سازگارتر است ولی نه تماما. واقعا به هر حال این دوتا ناسازگارن، یعنی تئوری تکامل با تفسیرهایی که از قرآن شده یا تفسیرهایی که از تورات شده ناسازگاری، از صدر ناسازگاری یا کانفلیکت ساینس و ریلیجن در همین جا صورت گرفت، بعداً و وقتش مصادیق دیگه هم پیدا کرد که خیلی اهمیت داشت و جامعه مسیحی رو واقعا لرزاند. یعنی اینکه به هر حال معلوم شد که نه آدم که مثلا 6000 سال پیش 7000 سال پیش اینطوری میگفت که تورات بوده و بعد بچه‌های بعد به حضرت نوح رسیده که وارث او بوده و یا شیس که فرزند دیگر آدم بود غیر از قابل و قابیل، بعد از او فرزندانی پدید آمد و چنونه چنان تا رسید به ما، خب حقیقتاً با تئوری تکامل اینا هیچ سازشی نداشت. ولی در قرآن البته اون جزئیات نیست. با همه این احوال تفسیر رسمی و مشهور از اون آیات همین است که اولین مخلوق آدم بوده، آدم ابوالبشر بوده. تو خود قرآن هم آدم ابوالبشر یا پدر ما خوانده شده است.
بنابر اسطوره ها بله، بنابر داستان هایی که در تواریخ آوردن یا در تفاسیر آوردن بله، آدم که به زمین آمد انسان دیگری نبود و آدم در روی زمین واجد دو تا فرزند شد، هابیل و قابیل، و بعد از اون البته یه فرزند دیگری به نام شیس، و بعد حالا اینا خواهرانی هم داشتن که با خواهرانشون ازدواج کردن و از اونجا این نسل بشری پدید آمد. روایاتی هم در این زمینه هست که مرحوم آقای طباطبایی هم در تفسیر خودشون و این جهد بلیغی کرده که توضیح بده که ازدواج برادر با خواهر بعدن حرام شد، در زمان حضرت آدم حرام نبود، لذا هیچ اشکالی نداشت که برادر و خواهر زن و شوهر بشن. توجه میکنید از اون حرفای عجیبه که ایشون زده، چون استناد کرده به چند تا روایتی که در این باب گفته شده. بعدش هم ایشون میگه که اینا فطری هم هست، هیچ اشکالی نداره، برای اینکه خب بعضی ممکنه بگن این فطری نیست نمیدونم. بعد خود ایشون استناد میکنه که نه، میان ایرانی ها و زرتشتی ها ظاهرا ازدواج با محارم رایج بوده، بنابراین اینطوری نیستش که ما بگیم مخالف با فطرته. منتها خب گفتن به ادیان اینا رو تحریم کردن. باری اینا آره، اینا وجود داره. یعنی شما اگر قصه آدم رو یه قصه تاریخی بگیرید، یعنی بگید خداوند داره پاره ای از تاریخ بشر رو بیان میکنه، این 100% با تئوری تکامل داروینی منافات داره. و الان هم هستن مثلا آقای مصباح در ایران، خب من ازشون شنیدم زیاد، صریحا میگه نه اینا نمیشه، ما با قصه آدم بعد اعتراف کنیم طوری تکامل اشکال داره، اونا برن درستش کنن. و درست هم میگه ایشون. به نظر من اگر این تفسیر رایج و شایعی که از قصه آدم میشود که در قرآن یا در تورات هست این رو قبول کنیم و اون رو یک بیان اسطوره‌ای از وضعیت آدم ندانیم، حتما با تئوری تکامل منافات داره، شکی نداره. اما اگر از متن مقدس بیایم بیرون، فقط خودمون بخوایم فیلسوفانه نظر کنیم که آیا اینکه خدایی هست و نقشه و هدفی داره و میخواسته که از طریق تکامل آدمی رو بیافرینه، اینا کاملا با هم سازگارن، هیچ مشکلی هم پدید نمیاد.